اسمم رحیم شهریاری قازانی، متولد 49 هستم، در شهر تبریز، محله شنبازان. در یک خانواده موسیقی چی در واقع میشه گفت؟ من به دنیا اومدم، خانواده ای که پدر بزرگ و مادر بزرگ از کشور جمهوری آذربایجان مهاجر بودند و در اون زمان جنگ بعد جنگ جهانی دوم به کشور ایران مهاجرت کرده بودند. به تبع در کشور جمهوری آذربایجان منطقه قره‌باغ و فضولی و آقدام همشون از موسیقی آذربایجانی سررشته دارن. خانواده ما هم به تبع از این محبت الهی، از این موسیقی بهره مند شده بود. بنده هم، برادرهام، عموهام از این محبت الهی برخوردار هستند. از سال 1367 در شهر تبریز با ساز آکاردیون و گارمان پیش استاد یوسف عبدالعظیمزاده که یکی از استادان معروف شهر تبریز هست، من این ساز رو فرا گرفتم و به هر حال بعد از طی دورانی این مرز کشور جمهوری آذربایجان با ایران که باز شد، مراودات ادامه پیدا کرد. ما تونستیم که از اساتید اونور هم بهره هایی ببریم و استاد دیگرم در ساز گارمان آقای واقف اسدوف بود که خیلی برای من زحمت کشید. خوب بچه ها، خسته نباشید. عالیه، اون بر عالیه. او طرفه هر شیء یافتید، فقط بو طرفه بیاد چیتون از یعنی شاید 10 آلبوم با صدای من در بازار ایران و حتی در کشورهای دیگه مثل آمریکا هست و با ساز گارمان هم 2 آلبومم به نام های گلمدین یا نیومدی و ایپچ یعنی ابریشم، 2 تا تکنوازی دارم که شاید در قالب خودشون پرفروشترین آلبوم های بی کلام بوده و اکثرا هم شاید در روزهای معمول از رادیو تلویزیون های ایران بارها این موسیقی پخش میشه. من از سال 1372 که به تهران اومدم بنا به اقتضای موقعیت موسیقی من مهاجرت کردم و الا شهر تبریز رو خیلی دوست دارم و هر باری که در آسمان تبریزم وقتی فرود میام به اون شهر واقعا متأثر میشم، خیلی دوستش دارم. اما با توجه به تنگ نظری هایی که در شهرستان ها بوده، من به اجبار از سال 1372 به تهران اومدم با یک گروه موسیقی سنتی که معروف هم هستن، گروه سهند که سرپرستی اون دوست بسیار خوب من، خواننده خوب کشورمون آقای رشید وطن دوست بوده. من با اونا تقریبا 5 سالم در تهران کار کردم. اما
وضعیت موسیقی که در کشور ما مخصوصا موسیقی پاپ جریان پیدا کرد و راه موسیقی پاپ یه مقدار بازتر شد در دوران آقای خاتمی، من هم بالاجبار به این فکر افتادم که چرا باید کنسرتی که من با این گروه سنتی در تهران به این بزرگی، آذری ها که خیلی زیادن و خیلی از فارس زبانان عزیز که علاقه من به موسیقی آذری هن، چرا سالن ها اینقدر خوب پر نمیشن؟ همه 30 سال 35 سال به بالاها معمولا میان به این کنسرت ها. به این فکر افتادم که یک کاری باید انجام بدم که بتونم قشر جوان رو بکشونم برای سالن. گروه آراز رو در سال 1375، آراز هم برگرفته از رود ارس هست که بسیار برای آذری ها مقدس هست و رودی مرزی بین کشور جمهوری آذربایجان و ایران هستش، این گروه رو تشکیل دادم که این گروه کارش این بود، سبکش فانتزی که الان در دنیا بهش فولک پاپ میگن، از اسمش هم معلومه این تیپ گروه ها با حفظ موسیقی اصیل کاری به نوآوری دارن و سعی میکنن که از موسیقی غربی، از موسیقی های مدرن، از سازهای غیر محلی استفاده بکنن که این در دنیا الان مرسوم هست و جوان ها هم خیلی با این نوع موسیقی راحت ارتباط برقرار میکنن. من با حفظ اصالت ها، یعنی شعارم این بوده که با احترام و حرمتی که به حافظ و اشعار مثلا مولوی دارم، اما میتونم راه نیما رو ادامه بدم. چه بود سرزاری همی اسما بز ازمان و عرز گروهان ادمان هموز اصلا دیدم. در موسیقی هم همین جوریه و ما میبینیم که رشید بهبودوف خواننده پرآوازه موسیقی هیچ وقت اصیل خان هم نبود، سنتی هم کار نمیکرد، کارش استرادا بود که ما تو ایران مثلا الان تو دنیا به اون موسیقی میگن فولک پاپ. کارش این بوده که ترکیب میکرد، یه ارکستر جاز داشت مثلا لابلای جاز میدی، ساز عاشق هم داره گنجونده شده و کارایی هم یهو میخوند که اصلا خیلی فولکلور، اما ارکسترش ارکستر پاپ. بنابراین ما این کار رو ادامه دادیم، نه اینکه بگم من طراح این کار بودم، نه، تو ایران من پیش قدم بودم برای ادامه این تیپ گروه ها و در شهرهای مختلف ایران، حتی در شهرهای فارس زبان گروه ما خوب استقبال میشه، مثل کرمان، گرگان و در شهرهای آذری زبان که فوق العاده هست. من خیلی خوشحالم که شاید 3-4 هزار تا بلیت در 3-4 ساعت در شهر تبریز فروش میره، این خیلی رقم خوبی هست برای یک گروه موسیقی. Gözlerim seni, hasretin öldürüp intizar dayan.
hasretin öldürür intizardayım. Mehabbet bağında gözlerim seni. Kalbimin sultanı, derdimin dermanı. Her zaman istesen, her zaman istesen. Gel bize, gel bize tamam. در همین کشور جمهوری آذربایجان که همه میگفتن زیره به کرمان بردنه، گروه ما خیلی کنسرت موفقی داد و فیلم اون در رسانه تصویری ایران موجود هست، مردم فیلم اون هم دیدن. با گروه 18 نفره در صحنه رسمی باکو، سالن حیدر علیوفش که 2500 نفری هست، ما کنسرت دادیم. در کشور ترکیه در شهر استانبول، آنکارا، کونیه و آلمان، فرانسه، بعد کانادا، امریکا با ترکیب متفاوت با گروه هاراز ما برنامه اجرا کردیم. یه مقدار از دوستا برای ما مسئله‌ای رو مطرح کردن که این گروه یه مقدار خیلی گمگرا هست، نمیدونم کنسرتاش لس آنجلسی هست، از این حرفا که هیچ کدوم کارشناسی شده نیست این حرفا و از یه مرجعی این حرفا زده شده و بنده هم تکذیب کردم. هیچ، اصلا ما اولا به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم، دوما به ترک بودنمون افتخار میکنیم و سوما که در موسیقی لس آنجلس رو نمیدونم تعبیز و اینا نیست، موسیقی موسیقیه. اگر ما قومگرا بودیم که در اون زمانهای بحبوحه جنگ که من جزو لشکرسیه که آشورا بودم، از تبریز پا نمیشدم برای فاو میرفتم برای جبهه در سن خیلی کوچیکی. به هر حال ایران، همه جای ایران برای ما وطنه، هیچ فرقی نمیکنه چه تبریز باشه، چه اردبیل باشه، چه کیش باشه، چه اصفهان باشه، برای ما فرق نمیکنه. حالا ممکنه که من به معنی آذری زبان به هر شهرهای خودم رو بیشتر تبلیغ کنم، چه بسا که در کنسرت های بوشهری ها میریم، مثلا دلیان تنگستان خیلی تکرار میشه. یا یا شمالیا مثلا میرزا کوچیش خان، به هر حال این اینا مردان غیور این کشور هن و من اگه ستار خان میگم، این باقر خان میگم، اینا هویت ایرانیه. من در موسیقی آذری کارهایی که اجرا کردم همه عاشقانه بوده. حالا آخرین آهنگم حماسیه، حماسش هم شعرش شعر قشنگیه، میگه همه بیایید یکی بشیم، چون خیلی از کشورها مخصوصا کشورهای همجوار دست گذاشتن روی ایران که بتونن قومها رو از همدیگه جدا بکنن.
من خیلی به این مسئله حساسم خودم و تو شعرم میگم که جلباز جلگار داشتم بیرولاخ یمروغلاخ خواهرم برادرم بیایید یکی بشیم نذاریم کشورمون تیکه تیکه بشه. این شعرش خیلی معروفه و اتفاقا خیلی ایرانی پسنده، یعنی ایرانیه. بیزرتون آرام بیزرتون آرام آذربایجان من ملی آذربایجان من ملی آذربایجان من دلم دورسالار دلم دلم باشقا دلن چمن دیل. ممکنه شعرش آذریه اما به هر حال من در کنسرت هام حتی از چند سال پیش دیدم یه سری ها سوء استفاده میکنن از این آهنگ من. آخرش وقتی میگم زنده باد آذربایجان، بارها میگم زنده باد ایران، زنده باد وطن زیبای من ایران. اما این دوستانی که در شهر ارمیه بودن یه مقدار کم لطفی کردن به مراجع من اصلا نمیدونم اون مراجع که بالاتر از وزارت ارشادشونه، تونستن یه نامه‌ای بنویسن به تهران که بنده رو یک سال ممنوع کرده وزارت ارشاد که شما یه مدت تحمل بکنید که تا وضعیت بهتر بشه. نمیدونم چرا از دبی بعدم میاد. بارها به من پیشنهاد دادن بیا دبی کنسرت بده. حتی در زمان خدا بیامرز خانم مهستی که با منصور داشتم میومدن دبی، منم جزو پکیجشون گذاشته بودن که من رفتم اینجا با دوستان مصلحت مشورت کردم، گفتن صلاح نیست. گفتم من بدونید که منو خیلی کشورم میخوام، من اما نمیرم این کشورهای عربی رو، اصلا دوست ندارم کنسرت برم. در چند سال اخیر ما شعر خوب ترکی ندیدیم که واقعا شعری باشه که آدم رو تکون بده. اما شعرهای فولکلور رو نگاه میکنیم میبینیم که در زمان بیریایی سادگی اونقدر قشنگ سروده شده، همین الانش هم میخونی انگار امروز گفته شده این شعرها. نمیگم شعرها خوب نبوده الان، شاید این حرفم منطقی نباشه، اشعار فولکلور به تب تکرار نمیشه. دیدیم یه سری گروه ها ادعا داشتن که فولک پاپ کار میکنن، حتی سازهای سنتی رو تو گروه گنجوندن، اما سازهای سنتی اصلا صداش نمیاد. اونقدر که سازهای ضربیشون، اونقدر که سازهای کیبورد و اینا صداش قویه که دیگه سازهای سنتی در اون گروه اصلا چی میگن بایکوت شده. Thank you.
بنابراین ما سعی میکنیم همیشه سازهای مظلوم ما میگیم، مثلا سازهای مظلوم مثل بالابانه که خیلی کوچیکه، کم حجمه، اما صداش اعجاز انگیزه، روح میده به انسان. ما سعی میکنیم که اولویت ها رو اینا رو قرار بدیم و سعی میکنیم از نوازنده خوبش هم استفاده بکنیم. اله دشتن یادم کلم بونو دا برکتکی آزنا سندلکتا قال اله دشتن یادم کلم بونو دا ürəkdəki arzular son ürəkdə qal uçub getdi durna səslər göydə asıldı səslər göydə asıldı ah bu nə bəxti taleyim alnımıza yazıldı alnımıza yazıldı bir zaman qılın Zəhərdən də acıdır, zəhərdən də acıdır. Belə bir şərbət, zəhərdən də acıdır. Vaxtı dər kənar yək ahəng pop cə baz şüdü ki, tü in hissi bayət in saz bətune məsələn یک قسمت آوازی ردیفی مثلا بیات شیراز بزنه یا سه‌گاه بزنه بتونه مطلب رو ادا بکنه.